داستان زندگی و عاشقی مرغلره. داستان دختری که قربانی رسم و رواج، تعصب و خشونت شد، اما هرگز تن به تسلیمی نداد و افت و خیزان زندگی را با موفقیت ادامه داد. مرغلره اکنون با دو فرزندش در ونکوور کانادا زندگی میکند. در رخصتی های تابستان فرزندانش تصمیم گرفت برای دیدن خانوادهش به کابل برود. کولابوری از تحفه ها و لباس هایش را جمع جور کرد. با هواپیما نخست به دبی و بعداً از آنجا قرار بود به کابل پرواز کنند. در میدان هوایی دبی پروازشان با مشکل مواجه شد. او حیران مانده بود چی کند. از دور پسر متوجه می شود که آن خانم با دو فرزندش سرگردانند. پسر از ظاهر آراسته آن خانم و طرز لباس و رفتارش خوشش می آید. می خواهد تا او را همکاری و رهنمایی کند. مرغلر پیراهن دامندار بتن، جراب‌های گوشتی بپا، چوری‌های زیبا و قیمتی بدست و موهایش کوتاه بچگانه بود. بدن چاق بزیب داشت، رنگ جلدش گندمی صاف مثل برونزه بود. دندان‌های منظم و سفیدش از میان لب‌های دبل گوشتی جیگریش جلوه خاص می نمود. به خصوص وقتی می خندید دندانهایش مثل ستاره ها درخشان و دهنش مثل غنچه گل خندان می شد. چشمان بزرگ و جادوییش امتیاز خاص به زیباییش بخشیده بود. با زیبایی خاص قدم می زد. آن پسر وقت نزدیک مرغلر شد شنید که او پسرش را گفت دل تراشه. آن پسر که فردوس نام داشت به مرغلر گفت که ببخشید می توانم کمکتان کنم؟ مرغلر با تمکین خاص گفت بله ها تشکر. نمیدانم چی مشکل است. پرواز کابل را پیدا نتانستم. فردوس گفت ما هم کابل میرم. پرواز بعدی کنسل شده. از کدام شرکت تکت گرفتین؟ ما همکاری میکنم تا سفرتان در پرواز بعدی که ساعت 6 شام است تنظیم کنند. فردوس آنها را همکاری کرد و قرار شد مرغلر با دو فرزندش ساعت 6 شام پرواز کنند. اما فردوس باید تا فردا صبر میکرد چون تکت او از یک شرکت دیگر بود و آن شرکت در آن روز هیچ پرواز نداشتند. مرغلر از رفتار، نزاکت و همکاری فردوس خوشش آمد. چند لحظه در همانجا نشستند. هر دو قهوه گرفتند و فرزندان مرغلر آیس کریم خوردند. کم کم قصه کردند. نام هم دیگر را پرسیدند. فردوس تاجیک بود و مرغلر پشتون. فردوس گفت ما در استرالیا زندگی میکنم و برای دیدن خانواده‌ام به افغانستان میرم. مرغلر هم گفت که من 2 سال میشه در کانادا زندگی میکنم. صحبت‌هایشان تازه داغ شده بود که برای فردوس زنگ آمد. فردوس معذرت خواست که باید بروم چون دوستم در دبی دنبالم آمده. شب پیش او میباشم و فردا پرواز میکنم به افغانستان میرم. هنگام رفتن مرغلر گفت میتونم اینستاگرامتان را داشته باشم؟ فردوس گفت بله، از خودتان را هم بگوید. در اینستاگرام با هم دوست شدند. فردوس خداحافظی کرد و رفت. ساعت 4:30 دیگر بود. فردوس از مرغلر خوشش آمده بود، اما پیش خود گفت او همسر دارد و 2 فرزند. مرغلر هم از فردوس خوشش آمده بود و او هم در دلش گفت که حتما فردوس نامزاد است یا برای عروسی افغانستان می رود. مرغلر پرواز کرد و به کابل رفت. شب که شد هنگام خواب به فردوس پیام داد که تشکر از همکاریتان. ما خانه رسیدم. امیدوارم برای شما خوش بگذرد و فردا به خیر بیایید. فردوس هم پیام داد و گفت خوشحالم که به خیر رسیدین. در فرصتی که آنها در افغانستان بودند کم کم به هم دیگر پیام می دادند. فردوس برای 2 هفته سفر کرده بود و مرغلر برای 1 ماه. فردوس دوباره به استرالیا رفت و مرغلر نیز پس از سپری شدن تعطیلات به کانادا برگشت. آنها سپس در فیسبوک هم دوست شدند. شب فردوس از مرغلر پرسید که شوهر شما چی کار میکند؟ مرغلر گفت که من شوهر ندارم. با فرزندانم تنها زندگی میکنم. فردوس گفت وا عجب، من فکر میکردم شما شوهر دارید. مرغلر گفت نه، اگر شوهر میداشتم با شما چت نمیکردم. یک زن شوهردار نباید با یک مرد بیگانه دوستی کند. چون با ما همکاری کردی و مردی خوبی معلوم شدی، خواستم با تو دوست باشم.
حداقل احساس تنهایی نکنم در این سرزمین غربت. بعد مرغلری از فردوس پرسید که شما چطور؟ زن و فرزند دارید؟ فردوس گفت که نه خیر ندارم، اما گذشته پرماجرا دارم. فعلا تنها زندگی میکنم. اصلا تصمیم نداشتم با دختر یا زن دوست شوم، اما نمیدانم چطور شد که آن روز در میدان هوایی دبی از تو خوشم آمد. آن شب کمی بیشتر در مورد همدیگر معلومات گرفتند. فردوس گفت هر انسان قصه درد یا خاطره ای دارد که شنیدنش خالی از دلچسپی نیست. دوست دارم قصه زندگیت را بشنوم. مرغلر آه کشید و گفت که ما در کابل زندگی میکردیم. تازه مکتب را تمام کرده بودم و به خاطر کمک به خانواده در یکی از دفاتر کار گرفتم. دوست داشتم بعد از اندک بهبودی وضعیت اقتصادی وظیفه را رها کنم و دانشگاه را شروع کنم یا در کنار وظیفه دانشگاه هم بروم. اما در همان وقت خانواده مرا بزور و بدون رضایتم به یک مرد که بیش از 15 سال از من بزرگتر بود به زنی دادن. اصلا من راضی نبودم، شب و روز گریه میکردم، اما چون پشتون هستم هیچ کار کردن نمیتوانستم. پدر و مادرم میگفتن اگه خودم میکوشی بکش، اما از تصمیم ما سرپیچی نکن. گفتن تو دختر هستی و جوان شدی، باید شوهر کنی. همسرت در اروپا زندگی میکنه، آدم پولدار است. در شرایطی که وضعیت بد اقتصادی داریم خوب است که به یک آدم پولدار تو رابطه می. روزها حتی در دفتر گریه میکردم. همکارانم از موضوع خبر شده بودند، میگفتن خیر است، صبر داشته باش، شاید زندگیت خوب شود. به هر صورتش از روی مجبوری بدون رضایت تن به خواست خانواده ام دادم. آن آدم نیمه سال را فقط یک بار، آن هم یک هفته قبل از عروسی دیده بودم. عروسی برگزار شد، اما بدبختیم از همان شب اول عروسی شروع شد. شوهرم یک خانه را در کارته سه کرایه گرفته بود. شب نخست نیشه کرد و با خشونت با من رفتار کرد. یک هفته بعد از عروسی مرا تنها گذاشت و خودش گم شد. حتی یک تماس هم نمی گرفت. یک ماه گم می شد و یک هفته پیدا می شد. آدم پولدار بود، اما هیچ سر و حسابش معلوم نبود. وقتی هر دو فرزندم به دنیا آمدند او حضور نداشت و اصلا پروای من نداشت. یک سال بعد از عروسی من ناپدید شد و زنده و مردهش گم شد. سه سال صبر کردم اما پیدایش نشد. پس از آن خواستگارهای زیاده داشتم، از همکارانم گرفته تا خیش و قوم، اما پدر و مادرم میگفتن نه، ما افغان هستیم و باید صبر کنی تا همسرت پیدا شود. در یک دفتر کار میکردم که تهدیدات امنیتی زیاد شد. مرا و فرزندانم را تهدید به کشتن کردند. همان دفتر خارجی کمک کرد تا با فرزندانم به کانادا مهاجرت کنم. قبل از مهاجرت به کانادا با صدها جنجال رفتم و در محکمه طلاق خط غیابی خود را گرفتم، چون بیش از 7 سال گذشته بود و سراغی از او نبود. خانواده و خیش و قوم ما نمی گذاشتن که من به کانادا بیایم. می گفتن زن جوان استی، خوب نیست که به تنهایی کانادا بروی، آنجا خراب میشی. من مجبور بودم که بیایم. اکنون نیز خانواده هم میگن ما پشتون هستیم و همراه پسر و دخترت تنها زندگی کن. همان پسرت مرد خانواده است، تو حق نداری که ازدواج کنی. آنها مرا هیچ درک نمی کنند که یک زن جوان هستم. هنوز 30 ساله نشده. از خود نیازمندی ها دارم. هر زن جوان نیاز دارد یک همسر داشته باشد. هر زن جوان نیاز دارد یک همسفر داشته باشد، یک تکیگاه داشته باشد. شکر از نظر اقتصادی هیچ کمبودی ندارم، اما تنها چیزی که ندارم یک همسفر زندگی است. تنهایی خوب نیست. اینجا چون زن جوان و تنها هستم، هر کسی به چشم طمع میبیند. اما این موضوعات را خانواده هم درک نمیکنند. فردوس از شنیدن داستان مرغلر زیاد ناراحت میشود و احساس همدردی میکند. شنیدن داستان مرغلر باعث می شود که مهر او در دلش بیشتر جای بگیرد. فردوس هم داستان زندگی خود را به مرغلر حکایت می کند. هر دو داغ دیدن، قربانی تصامیم غلط خانواده هایشان. اما خوبی کار این است که اکنون فردوس صاحب اختیار است و خانوادهش نمی توانند بر تصمیم او دخالت کنند. مرغلر اما تحت تأثیر خانواده و قید و بندهای فرهنگ و
سنت های ناپسند است. رابطه عاطفی بین فردوس و مرغلر شکل می گیرد. بسیار وابسته هم دیگر می شوند. تصمیم می گیرند که یک جا شوند و با هم زندگی کنند. فردوس از طرف خانوادهش مشکل ندارد، اما مرغلر مشکل دارد. با مادرش می گوید که مادر، من می خواهم با یک نفر عروسی کنم، چون زن جوان استم اینجا برایم سخت است تنها باشم. مادرش میگه وی خدایا، تس وایه، تا پوهیشه چی منش پختونیو، پریش در دست فکرونه. مادرش میگه تو کانادا رفتی فایشه شدی؟ بعد چند دو دشنام دیگه هم میته. مادرش با پدرش میگه، پدرش هم اختار میته که هیچ غلطی کدر نمیتونی. اگر در فکر ازدواج استی بیا کانادا را ترک کن، همین کابل بهتر است که زندگی کنی. پس از یک ماه خانواده مرغلر تصمیم میگیرند که او را به یک مرد قومیشان بدهند. آن مرد دو زن و 8 اولاد دارد. شلن که بیا با او ازدواج کن و کانادا را ترک کن، در همین کابل زندگی میکنیم. مرغلر اما تصمیم خود را گرفته است. میگوید یک بار مرا مثل بره به قربانگاه بردند، این بار نمیخواهم که قربانی فرهنگ گندیده و سنت‌های نابجای جامعه شوم. مرغلر و فردوس تصمیم گرفتند که با هم ازدواج کنند و یک جا زندگی کنند. فردوس کارهایش را تمام کرده و قرار است تا یک ماه دیگر به کانادا برود و در آنجا با مرغلر ازدواج کند و زندگی را شروع کند. مرغلر میگوید که دیگر نمیخوام به افغانستان بروم. مرا از خانواده تیر، خانواده ای که جز بربادی و خشونت چیز دیگر برایم تحفه ندادند. از تمام شرمنده ها و بیننده های افغانستان ژورنال می خواهد تا در حق او و فردوس دعا کنند و نظریات خود را شریک سازند. این بود داستان زندگی مرغلر که در ماهای نخست سال 2019 اتفاق افتاده است. ممنون که بیننده و شنونده افغانستان ژورنال هستین. کانال افغانستان مگزین را نیز سابسکرایب نموده و زنگوله را بزنید، چون در آن کانال نیز ما بهترین داستانها را نشر کرده ایم. هدف ما ارائه بهترین داستانها و مطالب ادبی و اجتماعی برای شماست. حمایت شما قوت و پیشرفت ما.